سلام بر شما. به دنبال برگزاری جلسه همافزایی مهندس زیار کلایی معاون آموزش، جلسه دیگری هم با حضور مذاکره کنندگان بین الملل برگزار شد. در این جلسه نیز معاون محترم آموزش با اشاره به موضوع مهم اعتمادسازی در دنیای تجارت گفت در فضای مجازی اولین نکته ای که مشاهده می شود سایت است و در این مبحث استفاده از عکس پروفایل مناسب و واقعی، داشتن خط تلفن دائمی و معتبر، همچنین پاسخگویی به موقع از ملزومات حائز اهمیت در مذاکرات تجاری و جلب اعتماد مشتریان به شمار می رود. پیرو سفر تیم رایزنان تجاری مجموعه آراد به مسقط پایتخت عمان که به منظور انجام تعاملات تجاری با تجار این کشور انجام شد، جلسات متعدد و رایزنی‌های مطلوبی در خصوص صادرات محصولات ایرانی برگزار و پس از انجام مذاکرات، سمپلی از مواد غذایی شامل رب گوجه، ماکارونی و دیگر محصولات به مشتریان متقاضی ارائه شد. به گزارش تیم اعزامی به عمان، نتایج حاصل از گفتگوها مثبت بوده و تجار عمانی مشتاق خرید کالاهای ایرانی و علاقمند به حضور در ایران و همکاری با مجموعه بزرگ آراد در زمینه تجارت هستند. دور دیگری از نشست شورای داخلی کارمندان مجموعه بزرگ آراد به منظور طرح مسائل و موضوعات مربوطه برگزار شد. در این جلسات هر یک از پرسنل به طور مفصل مشکلات موجود را مطرح کردند و در انتهای جلسه مطالب مطرح شده توسط دبیر شورا ثبت شد تا برای اتخاذ تصمیمات لازم به منظور بهبود و ارتقاء راندمان فعالیت‌ها به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شود. مصطفی جوزی در حوزه لوله پولیکا و اتصالات پلیمری برای صادرات تعداد عمده‌ای از لوله پولیکای جدار چاه به کشور بلاروس و اسماعیل لنگریزاده در حوزه انواع آجرهای سفالی و سنتی و بلوک سقفی در خصوص صادرات حجم بالای بخشی از محصولات خود به کشور ارمنستان در حال رایزنی و مذاکره می باشند. متشکرم از توجه شما. خدا نگهدار.